سلام دوستان، امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش سلامت باشید. امروز میخوام براتون یکی از بهترین مکمل ها برای افزایش وزن و مکمل گینر رو معرفی کنم. دیگه چی داریم؟ مکمل ماس گینر و این مکمل مال شرکت اپتومیوم نیتروژن هست اگه درست خونده باشم و مکمل خیلی خوبیه برای افزایش وزن، مخصوصا کسایی که هر چقدر غذا میخورن وزنشون نمیره بالا و یا شاید بعضی از شما از مکمل های دیگه مثل ویم استفاده کردید ولی اون افزایش وزن نداشتید. اگر دقت کرده باشید پشت هر مکمل بدنسازی جدول هست که ترکیباتشون نوشته و توی این هم نوشته که داره 75 گرم کربوهیدرات توی هر 100 گرمش، داره 75 گرم کربوهیدرات، 15 گرم پروتئین و 1.7 گرم چربی و 7.7 گرم هم شکر هست و چون کربوهیدراتش زیادتر از پروتئینشه پس وزن بیشتری هم بهتون میده. چه کسایی از این پروتئین میتونن استفاده کنن؟ کسایی که وزنشون نمیره بالا و معمولا 6 وعده 7 وعده غذا میخورید ولی اون کالری روزانه‌تون رو دریافت نمیتونید بکنید و نیاز به کالری بیشتری دارید پس با غذا خوردن نمیتونید به دستش بیارید، میری سراغ مکمل‌های بدنسازی و از اون کمک میگیرید. اگر مبتدی هستید توصیه من اینه که اول برید با مربیتون مشورت کنید که از کدوم مکمل استفاده کنید، بعد شروع به استفاده از مکمل بدنسازی کنید. از استفادهش هم روش نوشته، یه قاشق داره داخلش، این قاشقا داره داخلش و این قاشقا رو نوشته که دو تا از این قاشقا رو باید در روز استفاده کنید که کمپلتش میشه 1263 کالری که علاوه بر غذای روزانه تون اینم باید محاسبه کنید که 1263 کالری دیگه از این میتونید به دست بیارید و اینو میتونید اینجور استفاده کنید. بدون شکر نیاز دارید، روی شکرها نوشته که چقدر آب بریزیم. معمولا ما تا 350 میلی لیتر استفاده میکنیم، 350 میلی لیتر توش آب میریزیم و این شد 350 میلی لیتر آبمون تکمیل شد و یه قاشق از این میریزیم پر دیخرومیز میندازیم توی این قاشقو و مکمل بندیم و تکونش میدیم. 45 ثانیه اینا تکونش میدیم تا حل بشه ولی من دیگه تکون نمیدم. بعد میتونید بخورید. من یه قاشق رختم ولی نوشته روش دو قاشق در روز استفاده کنید و دو قاشق زیاده برای یه وعده من. من یه قاشق الان میخورم، یه قاشق بعد تمرین. اینو میتونید با آب ترکیبش کنید یا که با شیر، شیر مو درست نگرفتید، یا با آب ترکیبش کنید یا با شیر، شیر کم چربی، شیر پر چربی 3.5% چربی یا آب فقط. آره شیر کم چرب استفاده کنید. فرقش اینه که وقتی با شیر ترکیبش میکنید جذبش کمتر میشه، سرعت جذبش، ولی وقتی با آب استفاده میکنه سرعت جذب بیشتری داره و زودتر تو بدن حل میشه و به ماهیچه میرسه. من قبل تمرین با شیر میخورم تقریبا 45 دقیقه یک ساعت قبل تمرین، چون بلافاصله قبل تمرین نمیخورم، حالم بد میکنه. حداقل 40 دقیقه نیم ساعت قبل تمرین استفاده کنید که موقع تمرین حالتون رو بد نکنه و بلافاصله بعد تمرین همینجوری درستش میکنید با آب و وقتی تمرینتون تموم شد استفاده میکنید که اون کربوهیدرات و پروتئین مورد نیاز به بدنتون برسه تا این ماهیچه ها خودشون رو ترمیم کنن و باعث رشد ماهیچه‌هاتون بشه و افزایش وزنتون. اینم از طرز استفادهش و این مکمل‌ها داره مارک مختلفی هست، زیاد فرق آنچنانی نمیکنه. بعضی مارک‌ها فقط پول مارکشون رو بخورن و یا بعضی‌هاشون واقعا خوبه، مثل اینکه گرفتم من ازش راضیم. داره طعم‌های مختلفی هم هست مثل شکلاتی، وانیلی، توت فرنگی، هر طعمی که دوست داشتید. این مکمل‌ها ضرر خاصی نداره، این مکمل‌های غذایی هست، معمولا از همون غذا گرفته شده یا از آب پنیر می‌گیرن یا که از گوشت می‌گیرن و یا از چیزهای دیگه و فقط ساپلمنت هست، یعنی تکمیل کننده غذای شما هست
و وقتی که ما از غذا نمیتونیم چیزی بگیریم از اینا استفاده میکنیم، پس عوارض خاصی نداره مگر اینکه شما تو مصرف زیاده روی کنید. وقتی که مداوم مکمل مصرف میکنید باعث میشه که به کبدتون فشار بیاد، کار جذب مکمل رو کبد انجام میده به کبدتون فشار میاد، پس وقتی هر دو ماه سه ماه که استفاده میکنید یک ماه استراحت بینش بدید، بعد دوباره شروع به استفاده کنید که آسیب نبینید. مخصوصا کسایی که تازه شروع میکنن حتما اول سعی کنید از رژیم غذایی استفاده کنید تا اون کالری روزانه‌تون رو به دست بیارید. بعدی که 5 ماه 6 ماه رد شد دیدید که ندارید، کم کم میرید به سطحی که با رژیم غذایی برطرف نمیشه، میتونید برید شروع به استفاده از مکمل‌ها بکنید. و اینم از برنامه امروز. اگر سوالی چیزی داشتید، نظری داشتید، میتونید تو بخش کامنت ها بنویسید. خوشحال میشم کامنت ها شما رو ببینم و جواب بدم. و برای حمایت از ما کافیه ویدیو رو لایک کنید. اگر تا هنوز تو کانال ما مشترک نشدید دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر بشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون. بای بای.